دولت نخواهد گذاشت که عده‌ای بخواهند پایان تحریم رو به تأخیر بندازن. عده‌ای هستن میخوان پایان تحریم رو به تأخیر بندازن. ما یک دقیقه و یک ساعت هم به این رضایت نخواهیم داد و در برابر اونها خواهیم ایستاد. چه کسانی در ایران میخواهند باعث تغییر در تأخیر در لغو تحریم های آمریکا شوند و چقدر قدرت دارند؟ این سوال 60 دقیقه امشب است. با خبرنگار روزنامه گاردین صحبت خواهیم کرد که قرار بود مجری نشست بازرگانی ایران و اروپا باشد ولی انصراف داد. آیا مخالفان داخلی می توانند در نهایت مانع مذاکرات ایران و قدرت های جهانی شوند؟ این موضوع گفتگوی امشب است. همچنین با یک عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا صحبت خواهیم کرد که حالا از جو بایدن خواسته به برجام بازگردد. همچنین در برنامه امشب بازداشت 13 عضو یک باند مواد مخدر در ترکیه به اتهام ربودن مخالفان حکومت ایران. این ماجرا در پی تنش اخیر بین دو کشور چه معنایی دارد؟ و همزمان با افزایش امیدواری به شکست کرونا و آغاز واکسیناسیون در چند کشور، بریتانیا از کشف یک گونه جدید این ویروس خبر داده که به سرعت گسترش می‌یابد. و همینطور رشد پدیده کودک همسری در پی افزایش وام ازدواج. بهار امسال 7000 دختر 10 تا 14 ساله در ایران ازدواج کردند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در آستانه تغییر دولت در آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری از امیدهایش برای برداشته شدن تحریم‌ها گفت و از آنچه که توقف تروریسم اقتصادی توصیف کرد. در کنار این حرف‌ها او بدون توضیح روشن به افرادی در داخل ایران اشاره کرد که می‌خواهند پایان تحریم را به تأخیر بیندازند. احتمالاً اشاره‌ای به جریان‌های تندرو که گاهی در مجلس، گاهی در مطبوعات و گاهی در نهادهای قضایی و نظامی بر آتش تنش‌ها می‌دمند، چه از راه تصویب قانون چه با برافراشتن چوبه‌های دار. امید حسن روحانی البته این است که همین برجام دست و پا شکسته طلسم تحریم را بشکند. دولت او می‌گوید می‌توان در چند ماه باقی مانده به برداشته شدن فشار تحریم از گلوی اقتصاد ایران امید بست، ولی منتقدان او چندان موقعیت و بختی برای دولتش قائل نیستند. آیا موضوع مذاکره با دولت جدید آمریکا بر سر بازگشت به برجام عرصه تازه مناقشه در ایران شده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از شبنم شعبانی. نه برجام قابل مذاکره است. سخنان رئیس جمهوری ایران. از نو بخواییم پن کنیم رو میز مذاکره، از نو ماده به مادهش بحث کنیم. یه برجام قبلا مذاکره شده، توافق شده. یک بار دیگر تاکید کرد که برجام مذاکره ناپذیر است. آمریکا عملا به دنیا اعلام کنه که اشتباه کرده، خطا کرده، برگرده به تعهد خودش. اما اینکه بعد از اینکه برگشت به تعهد حالا ما چه مسائلی داریم، چه مطالباتی داریم، چه مواردی داریم. Good afternoon everyone. Please. شمارش معکوس آمدن جو بایدن به کاخ سفید آغاز شده. شرکای اروپایی آمریکا خواستار پیوستن دوباره آمریکا به برجام هستند و یک هفته پیش جیک سولیوان مشاور امنیت ملی انتخابی بایدن گفت کشورش قصد دارد با بازگشت به برجام ایران را به محدوده مورد نظر آمریکا بازگرداند. این هم نامه سرگشاده امروز چندین مقام بلندپایه سابق آمریکایی درباره لزوم بازگشت آمریکا به برجام و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. کتمان پذیر نیست که بازگشت آمریکا به برجام نه یک شبه، اما احتمالاً در آینده نشاندان دور گشایشی عمده در وضعیت اقتصادی ایران پدیدار می‌کند. بازی یک طرفه پایان پیدا کرده. مخالفان این مسئله اما کم نیستند. این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی، چه در داخل و چه در خارج ایران. در ایران عمدتاً کسانی مخالف حفظ برجام هستند که یا در کل با سیاست خارجی دولت فعلی در برقراری مراوده با آمریکا به شدت مخالفند، یا عده‌ای که در این سالها منافع اقتصادیشان به ادامه برقراری تحریم‌ها گره خورده. صدای گروه اول غالباً پررنگ‌تر شنیده می‌شود و گروه دوم تظاهرات بیرونیشان کمتر است.
در سایه مخالفت‌های این دو گروه، لوایح مقابله با پولشویی در ایران هم هرگز به سرانجام نرسیدند. هرچند که امروز خبرهای زد و نقیض درباره نظر مثبت رهبر ایران برای بررسی دوباره آنها منتشر شده. این پاسخ حسن روحانی به آنها که میگوید در داخل به دنبال نابودی برجام بودند. ادعی میخواستن برجام رو نابود کنن که نباشه. ما این رو حفظ کردیم و این برجام علارغم این که من قبلا گفتم دستش و پاش رو شکنده بودن، با دست و پای شکسته روبروی ترامپ ایستاد. دولت نخواهد گذاشت که ادعی بخواهند پایان تحریم رو به تأخیر بندازن. ادعی هستن میخوان پایان تحریم رو به تأخیر بندازن. ما یک دقیقه و یک ساعت هم به این رضایت نخواهیم داد و در برابر اونها خواهیم ایستاد. بیرون از ایران هم مخالفان برجام کم نیستند. در منطقه اسرائیل بارها تأکید کرده که آمریکا نباید به برجام برگردد و عربستان رقیب منطقه ایران میگوید هر قدمی در راه بازگشت به توافق هسته‌ای باید در مشورت با ریاض برداشته شود. اما انتقادها از حکومت ایران فقط به فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ایش محدود نیست. وضعیت حقوق بشر در ایران هم مسئله است. دولت اول حسن روحانی در زمان امضای برجام به اروپا وعده داده بود برای بهبودی وضعیت حقوق بشر در ایران تلاش کند. سرکوبی خونین اعتراض‌های پاییز و زمستان سال‌های 96 و 98، بازداشت و زندانی کردن دو تابعیتی‌ها و تازه‌ترین مورد، اعدام روح الله زم، مدیر یک کانال تلگرامی از مواردی بودند که اروپایی‌ها نمی‌توانند زیر نورافکن افکار عمومی نادیده‌شان بگیرند. نمونه‌اش مشاور امنیت ملی انتخابی جو بایدن و البته اتحادیه اروپا اعدام روح الله زم را به شدت محکوم کردند و نشست سه روزه اقتصادی اروپا با ایران زیر سایه پیامدهایش تعلیق شد. رئیس جمهوری ایران میگوید دلیل حساسیت بر سر اعدام روح الله زم را نمی‌داند و این سخنان او درباره اینکه چرا از اختیاراتش برای تذکر به قوه قضاییه نمی‌تواند استفاده کند. معمولاً شکایتی دست من میرسه، من ببینم نکته قابل ملاحظه‌ای داره، اون رو ارجاع میدم به وزیر دادگستری، وزیر دادگستری هم با قوه قضاییه، گاهی بار خود شخص رئیس قوه قضاییه صحبت میکنه و دنبال میکنه. اما در این حال وظایف رئیس جمهور مشخصه و روشنه. اون جایی رئیس جمهور میتونه به قوه قضاییه تذکر بده یا اخطار بده طبق اصل 113، اونجایی که ببینه قانون اساسی داره نقض میشه، اون هم با تفسیری که در سال 91 شورای نگهبان کرده این اصل رو کم اثر و بی اثر کرده. تا پایان کار دولت دوم حسن روحانی تنها چند ماه باقی مانده و اما در این دقایق پایانی بازی احیای برجام هنوز در میدان است و با آمدن جو بایدن به کاخ سفید احتمالاً توپ هم جلوی پایش خواهد بود. در بازی که فرصت زیادی نمانده تا گل‌های خورده از مخالفان داخلی و خارجی و گل به خودی را جبران کند. شبنم شعبانی، بی بی سی. پاتریک وینتور خبرنگار امور دیپلماتیک روزنامه بریتانیا گاردین از لندن با ما هستند. آقای وینتور، شما قرار بود که یک نشست اقتصادی رو گردانندگی بکنید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اون نشست قرار بود شرکت بکنه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران. چطور شد که انصراف دادید و این نشست هم در نهایت به تعویق افتاد؟ من مشخصا قرار بود که میزبان بخشی از این کنفرانس باشم که شامل میشد، شامل گفتگو با چهار سفیر اروپایی در تهران میشد. من خیلی مشتاق بودم، خیلی احساس افتخار میکردم که این فرصت رو به دست آوردم که بتونم باهاشون در این باره با سفرهای اروپایی در تهران صحبت بکنم که نگاهشون به برجام چی هست،
راجع به مسائلی مثل روی کار آمدن دولت بایدن و تأثیرش برای مذاکرات هسته‌ای چه خواهد بود و همینطور نگاه سفرا درباره مسائلی که در داخل ایران میگذره. مسلما اختلافاتی در داخل ایران هست درباره بازگشت به برجام و اینکه آمریکا چجوری میتونه به برجام برگرده، اما در نهایت با اعدام یک همصنفی روزنامه‌نگار که روز شنبه اتفاق افتاد، این احساس رو کردم، از وجدان خودم پرسیدم که آیا واقعا میزبانی نشست کار درستی هست یا نه، با اینکه برگزار کنندگان گفتن که هیچ اشکال نداره من اگه بخوام تو طی این همایش با سفرا راجع به بحث حقوق بشر صحبت بکنم و هیچ منعی برای این کار ندارم، اما چون موضوع اون کنفرانس بحث روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا بود، من احساس کردم مطرح کردن مسائل حقوق بشر واقعا مناسب نیست در اونجا و باید یک جایی هم نگاه هم رو درباره اعدام اون روزنامه‌نگار صحبت بکنم. میدونم این روزنامه‌نگار جنجالی هست، میدونم که مقامات ایران اون اصلا یک روزنامه‌نگار نمیدونن، اما به هر حال فکر میکنم او کار روزنامه‌نگاری میکرد و به هر حال وقتی که به بحث مجازات اعدام میرسه من وظیفه دارم که همبستگی خودم رو نشون بدم وقتی بخواد یک مجازات اعدام اعمال بشه و این تصمیمی بود که من نهایتا گرفتم. فکر میکنید که این نگاه نگاهی است که الان در اروپا غالبه، به این معنا که بیشتر از گذشته مسائل حقوق بشری رو مد نظر خودشون قرار بدن، کما اینکه کشورهای متعدد اروپایی بیانیه‌های تندی صادر کردن و از جمله فرانسه این اعدام رو یک عمل وحشیانه توصیف کرد؟ بله، خیلی جالب بود که فرانسوی ها چنین بیانیه تند و تیزی رو گذاشتن. میدونین من راجع به موضوع با کسی حرف نزدم، من کاری که کردم این بود که با تعدادی از خانواده های دو تابعیتی هایی که در بریتانیا دستگیر شدند با اونها صحبت کردم. این واقعا تصمیم گرفتن تصمیم خودم بود، من اصلا نمیدونستم سفر اروپایی میخواست چیکار بکنن، تصمیمشون چی بود یا چه بیانیه‌ای اونها صادر کردن و اینا، و نمیدونم که تصمیم من برای انصراف از میزبانی نشست تأثیری داشت رو موضع گیری اونها. اما خیلی جالب هست که ببینیم آیا بحث حقوق بشر بحث پررنگتری خواهد شد در رابطه آینده غرب با ایران یا نه، چون شما میدونید و اینکه همه این رو میدونن که بحث برجام خیلی تمرکز داره روی اینکه آیا ایران متعهد هست به فعالیت‌هایی، به محدودیت‌هایی که رو فعالیت‌های هسته‌ای گذاشته یا نه، و ما می‌دونیم که برجام متمرکز روی این موضوع هست، روی موضوعات دیگه نیست، موضوعات گسترده‌تر نیست. بعضیا بله این رو مطرح می‌کنن که فعالیت‌های منطقه‌ای ایران هم باید شامل برجام بشه، اما در داخل برجام این بحثا وجود نداره، یا مثلا بحث حقوق بشر هم دخلی در برجام نداره و چیزی نیستش که در مباحث مربوط به فعالیت هسته‌ای ایران ربخان راجع به حقوق بشر با مقامات ایرانی صحبت بکنن، برای اینکه اینا هر کدوم مسائل جداگانه هستن. اینکه مثلا اروپایی‌ها بخوان راجع به دو تابعیت‌های بازداشت شده در ایران بخوان مثلا صحبت بکنن و فعالیت خیلی خاصی از طرف اروپایی‌ها در این مورد خاص وجود نداره. آیا اینطور تحلیلی وجود داره که با همین اعدام جناح‌های تندرو در ایران می‌خواستند دولت میانه رو تضعیف کنند، حالا با تحریم یک نشست اقتصادی بین دولت و دولت میانه رو و اتحادیه اروپا فکر نمی‌کنید که در زمین تندروها در ایران بازی کردید؟ بله، این هم تو ذهن من سنگینی می کرد و می دونم که بعضی از کسانی هم که در این کنفرانس قرار شرکت بکنن و نقش داشتن در این کنفرانس، ذهنیتشون این بود که زمان انتخاب این اعدام برای این بود که این کنفرانس رو دشوار بکنن یا اینکه این کنفرانس رو به تعویق بندازن یا لغو بکنن. ولی حتی با وجود چنین چیزی اگه واقعیت داشته باشه، باز من نمیتونستم میزبان چنین کنفرانسی باشم، برای اینکه من مجبورم اعتراض شخصی خودم رو نشون بدم. من یک دیپلمات نیستم، نمیتونم تصمیم بگیرم که آیا دیگران بخوان چی کار بکنن، و تصمیم من این بود.
بسیار ممنونم از پاتریک وینتر، خبرنگار امور دیپلماتیک روزنامه گاردین. بحثی هم در همین باره داریم با دو مهمان. یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دولتی در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن با ما، و همینطور فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن. سال اول رو از آقای نگهدار بپرسم. آقای روحانی میگه که عده‌ای میخوان پایان تحریم ها رو به تعویق بندازن، یعنی میخوان توافقی صورت بگیره که در زمان او نباشه. این چیزیست که آقای روحانی میگه. یکی از عواملی که به نظر من در میان تندروها داره عمل میکنه همین هست که ثبت این تحول بزرگ در روابط ایران و امریکا به نام دولت میانه رو یا کسانی که اصلاح طلب ها ازشون حمایت کردن به قدرت رسیدن صورت نگیره. این یکی از انگیزه هاست. ولی خب دست های پنهان هم وجود داره که منافع طرف مقابل رو بیش از منافع طرف خودی در تصمیم گیری هاش لحاظ میکنه، و ما این رو در سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میبینیم که همچین دست هایی هم وجود داره، دست های پنهان که سر به زنگاه ها اقداماتی رو تا کنون کرده که موجب قطع رابطه یا قطع مذاکره بشه. دست های پنهان کیا؟ دست های پنهان مثلا سپاه، نهادهای تحت تاثیر تحت نظر آیت الله خامنه ای، نهادهای مذهبی میگیم، یعنی غیر رسمی. مثلا ما دیدیم که ریختند و سفارت عربستان سعودی رو آتش زدند، کاری که محرز بود، مسلم بود که این کار موجب افزایش تنش میان ایران و عربستان سعودی میشه و مستقیما روی روابط خارجی تاثیر داره. اونها هم گرفتن، ولی یک دونه از اسامیشون معین نشد که هستن. اون چه که برای من مسلم هست، خواستگاه اینها و مخفیگاه اینها در دل نیروهای تندرو و مخالف برجام هست، در جناح‌های این اعمال رو انجام میدند که ما هیچگاه ازشون ندیدیم که خواهان بهبود مناسبات ایران و غرب باشند، به خصوص ایران و آمریکا. من بیشتر اعدام اخیر رو یک اقدام کاملا سیاسی و نه قضایی میبینم. اگر در شرایط دیگری بود ممکن بود بحث‌های قضایی پیش بیاد، ولی در این شرایط وقتی صورت میگیره اونها میدونند که این موجب افزایش تنش میان ایران و طرف‌های مقابل ایران که میخوان بشینند و به برجام بازگردند خواهد شد، و اتفاقات منفی در جهت جدایی رو دامن میزنه. آیا عزیز شما چی فکر میکنید؟ از نظر شما هم دست‌های پنهانی هستند که مثلا با اعدام چوب لای چرخ دولت آقای روحانی میگذارند؟ نه، با عرض سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و بینندگان عزیز. نه، من با این مسئله کاملا مخالف هستم. خود آقای روحانی امروز در مصاحبه مطبوعاتی که داشتن در سال یکی از خبرنگاران جواب بسیار خوبی به این موضوع دادن. میشه رجوع کرد، ایشون اصلا ربطی بین این دو قضیه قائل نشدن. ایشون کسی هستش که پروایی نداره از اینکه مسائل در واقع امنیت ملی رو بکشه در دعواهای سیاست داخلی، ولی می‌بینیم که این کار رو نکردن سر این ماجرا. چند نکته لازمه گفته بشه. یکی اینکه به نظر من هیچ کس در ایران مخالف مذاکره با آمریکا یا مذاکره برای رفع تحریم ها نیست. نکته ای که وجود داره اینه که نگاه ما به مذاکرات چگونه باید باشه، خواست ما از مذاکرات چیست، شیوه ورود ما به مذاکرات چگونه است، استراتژی ما در مذاکرات چیست و چه آورده ای میخوایم بیاریم برای مردم. تجربه برجام نشان داد که در واقع این روی کردی که اعمال شده توسط دولت آقای روحانی جواب نداده. حالا ممکنه ما فاکتورهای بیرون رو بگیریم، مثلا نمیدونستیم انتخابات آمریکا چی میشه، ولی اینها در واقع جزء همون روند تصمیم سازی هست که آیا ما پلنی داشتیم، آیا استراتژی داشتیم، آیا نگاه میکردیم به سناریوهای مختلفی که امکان داره به وقوع بپیونده یا خیر. نمیخوایم الان در مورد برجام صحبت بکنیم، ولی نظر من این دوگانه سازی ها و این ساده انگاری هایی که میکنیم اینها مصنوعی، بیشتر مصرف داخلی داره و مصرف رسانه ای داره. نکته مهمی که هست باید بدونیم که در واقع در ماه‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد، در حالی که هنوز انتخابات ریاست جمهوری در ایران سال 92 برگزار نشده بود، آقای روحانی به عنوان نماینده رهبری در شورای امنیت ملی از مذاکرات عمان خبردار نبود.
پس این نشون میده که اینجوری نیست که ما بگیم یک سری افراد هستن در ایران موافقن. آقای روحانی وقتی خبردار شد از مذاکرات محرمانه عمان بین ایران و آمریکا که ایشون انتخاب شد به عنوان رئیس جمهوری، پاشو گذاشت تو پاستو. پس این نشون میده که در واقع این که ما بخوایم این دوگانه سازی ها رو بکنیم، این دوگانه سازی ها با اون مسائل تاریخی که وجود داره با هم دیگه در واقع منطبق نیستش. ولی این دوگانه سازی رو به نظر میاد که مقام های ایران مدت هاست دربارش حرف میزنن. بد نیست که در مورد کمی از آقای ظریف بشنویم اینجا، بعد برمیگردیم به هر دو مهمان. بعضی دوستان میرن نه به چین، حتی به آمریکا، گرا میدن که با ما بهتر میتونین کار بکنین. ما که سکوت میکنیم دلیل نداره که متوجه نیستیم از این گراهایی که داده میشه. من به کسی رو متهم نمی کنم، ولی میدانم که خیلی ها، یعنی خبرش رو به هم میدن، الان در شأن این نیستم که این رو منتقل بکنم، میرن میگن اینها در قدرت نمیمونن، قدرت اینها چند روز است. اینجاست که من فکر میکنم سیاست خارجی نیاز داره که منسجم باشه. اینجاست که فکر میکنم ما با خارجی که طرفیم یک نفری. من وقتی میرم خارج همون اندازه از همکارانم دفاع میکنم که از کسایی که علیه من در ایران هم اتهام میزنن. عزیزی آقای ظریف، من بگم در هر دولتی که حالا دولتی که یعنی حکومتی که مجلس داره، شورای نگهبان داره، من قوه قضاییه داره، هر چیزی داره، منظورم شورای نگهبان نبود، یعنی قوای مختلف رو داره، اگر فردی از مقامات مسئول یک همچین حالا اتهامی رو مطرح بکنه حتما به سرعت پیگیری میشه. همونطور که در آمریکا ما دیدیم اگر شخصی حتی مثل رئیس جمهور که قدرت بسیار قانونیه، یعنی قدرت بسیار زیادی داره از نظر قانون اساسی، وقتی که یک نفر میگه که در واقع یک کسی که بازرس تلفن ها رو گوش میداده، حالا میگه که ایشون در صحبتاش با رئیس جمهور اوکراین بر ضد امنیت ملی اقدام کرده، به سرعت مسئله استیضاح ایشون مطرح میشه. لذا فرقی نمیکنه چه کسی باشه، چه خود آقای ظریف که حداقل دو بار ما فیلمش رو دیدیم که ایشون برای بردن در مسائل داخلی حزبشون بخواد در مسائل داخلی ببره، ایشون به آژانس و دیگران گفته که به ما یک امتیازات سوری بدین تا ما بتونیم در انتخابات شکست نخوریم یا پیروز بشیم، چه هر کس دیگری که منافع ملی جمعی ایرانیان و امنیت ملی رو فدای در واقع مناسبات سیاسی بازی و انتخابات بکنه، اون فرد لقبی جز خائن در واقع نمیشه بهش گفتش. بنابراین این مسئله که آقای ظریف گفته حتما باید بررسی بشه و هر کس این کارو میکنه حتما باید معرفی بشه. آقای ظریف وقتی این رو میگن حتما باید این فرد رو به دستگاه های مربوط معرفی کنن یا به مردم معرفی کنن، چون معرفی نکردن این خودش یک نوع در واقع نشون دهنده یک نوع در واقع خیانت یا یک نوع عملکرد ناسواب هستش. آقای نگهدار، شما موافق بودید با اینکه گویا کسانی میخوان آقای روحانی رو در شرایط بدی قرار بدن، برداشته شدن تحریم ها منافع زیادی رو عاید حاکمیت میکنه، در این صورت چرا گروه های تندرو باید وقت کشی بکنن؟ مگر این نیست که هر روزی که این تحریم ها برداشته بشه ممکنه که ده ها بلکه صدها میلیون دلار عاید حکومت بشه و بخشی از این پول ها، بخشی از این منافع مالی در اختیار همین تندروها قرار میگیره؟ بله، خب تا قبل از اینکه انتخابات آمریکا صورت بگیره، تحلیل و ارزیابی من این بود که موانع عمده در واشنگتن هست و نه در تهران، ولی بعد از این انتخابات وضع فرق کرده. ما دو تا واکنش از طرف مقامات آمریکایی طی دو سه هفته اخیر دیدیم، یکی در واکنش به ترور آقای محسن فخری زاده از دانشمندان هسته‌ای ایران که اون رو محکوم کردند، و امروز هم یه واکنشی در برابر اعدام روح الله زم می‌بینیم که اون رو هم محکوم می‌کنند. ببینید، هر دو طرف دست‌هایی وجود داره که علارغم اینکه منافع ملی آمریکا و منافع ملی ایران در جهت بهبود مناسبات دو کشور هست و میخواهند که برجام منافع دو کشور میطلبه که برجام به قوت خودش باقی باشه و اجرا بشه، ولی دستهایی در کار هست که همونجوری که دوست دیگر هم مهمان دیگر ما هم گفتند، خیانت به منافع ملی میکنه با دست زدن به یک کارهایی که تحریک‌آمیزه و جلوی این روند رو میخواد بگیره. ما در ایالات متحده هم اقداماتی خواهیم داشت، در آینده خواهیم دید که چگونه
اقدام خواهند کرد، دستهایی در کار خواهد بود برای جلوگیری از اجرای برجام و این دستمان بسیار قوی خواهد بود. همچنین در تهران من اضافه میکنم اون برنامه‌ای که در مجلس پیاده شد ممکنه برخی از محافل اینجور تحلیل بکنند، ارزیابی بکنند که خب اونها در جهت منافع ملی ایران این اقدامات رو انجام دادند، یا برای اینکه دست آقای ظریف و آقای روحانی یا هر کسی که میخواد مذاکره بکنه باز باشه که بتونه چانه زنی بکنه، بگه ما بعد این تندروها هم قانع بکنیم که اونها هم رضایت بدن به برجام. اون مجلس رو در دست دارن و ما احتیاج داریم که در مجلس این موضوع تصویب بشه، یعنی هر توافقی که بخواد با خارج انجام بشه. این یک تحلیله. یک تحلیل هم این است که مشخصا اونها عواملی هستند خائن، همونجوری که دوست مهمان دیگر میگه، و علیه منافع ملی دارن کار میکنن. این نوع تهمت هایی که به همدیگه میزنن و به خصوص به طرف هایی که طرفدار برجام هستن، من فکر میکنم من همین ارزیابی رو دارم که اینها خیانت به منافع ملی. آقای عزیزی، هم شما از عبارت خیانت استفاده کردید، هم آقای نگهدار. اگر نوعی کارشکنی هم اگر اسمش رو بگذاریم، آیا کارشکنی هایی که صورت میگیره شانسی رو برای برجام و در نهایت شانسی رو برای لغو تحریم ها یا برداشته شدن بخشی از تحریم ها باقی میگذاره با این اوضاع و احوال؟ ببینید، ما در واقع هیچ کس در ایران، من بازم اینو تکرار میکنم، نگاهش این نیست که به برجام برنگردیم. برجام خیلی بهش انتقاد داریم، جاش این جلسه نیستش، ولی همه دوست دارن که واقعا به 20 ژانویه 2017 همون که آقای روحانی گفت برگردیم. اما متاسفانه این سوال رو باید مطرح کنن آقای روحانی و کسانی که طرفدار برجام هستن، با چه آورده‌ای میخوان برن تو مذاکره بشینن؟ شما میدونید که الان 4 ساله با دستورات اجرایی فراوانی که گذاشته آقای ترامپ، در واقع زمین بازی رو اصلا برعکس کرده، این فشار آورده. کدوم گارانتی وجود داره که این آقایون دوباره تمام این توانمندی بسیار محدودی که نسبت به برجام دریافت کردن این رو از دست ندن دوباره و در واقع این رو دوباره از دست بدن ولی تحریم ها بر نگرده، یعنی تحریم ها دوباره بر ضد منافع ملی کشور ما انجام بشه؟ ببینید، مسئله اینه، یک چیزی که باعث شد آمریکایی‌ها وارد برجام بشن، وارد مذاکرات محرمانه عمان بشن، این بود که در واقع ایران به 20% غنی‌سازی رسید. وقتی به 20% رسید، وقتی فوردو رو انجام داد که فوردو در واقع در پدافند هوایی مقاوم‌تر بودش، اون باعث چه چیزی شد؟ باعث شد که آمریکایی‌ها بیان، چون یه چیزی که آقای بایدن داره همیشه میگه، میگه آقا ما نظارتمون رو روی برنامه هسته‌ای ایران با برجام نگه داشتیم، اگه از برجام خارجیم از دست میدیم، ما توانمندی هسته‌ای ایران رو محدود کردیم با برجام. ولی نگاه کنید، اگر اینها یک فشاری روشون هست، وقتی که میدونن ایران میخواد برگرده به توانمندی هایی که داشته در مسئله هسته‌ای و قبل از برجام، این باعث میشه که در واقعیت آقای بایدن سریعتر عمل کنه، چون آقای بایدن که در واقع عجله ای نداره واسه این قضیه، میتونه این فشار اقتصادی رو نگه داره. مهم اینه که شما وقتی برای مذاکرات میرین چه چیزی دارید، چه آورده‌ای دارید رومیز بذارید مذاکره. یک نکته اشتباهی که متاسفانه در ذهن مردم ما ایجاد کردن اینه که ما صرفا با یه لبخند، با انگلیسی حرف زدن، با این جستر، با ادا اطوارهای دیپلماتیک که لازمه، خیلی لازمه، مسائل دیپلماتیک و هنر دیپلماتیک لازمه، ولی صرفا با اینها غربی ها به ما امتیاز میدن. نه، این اشتباهه. جنگ وقتی که مذاکرات انجام میشه، شما رومیز میاد، شما یک سری خواسته ها دارید، یک سری آورده ها دارید، میگید من این خواسته ها و آورده های منه، این هم خواسته ها و آورده های طرف مقابله، و ما میخوام اینها رو در مقابل هم بذاریم و یک امتیازی بگیریم، به یک در واقع به یک قطعنامه ای برسیم، یک توافقی برسیم. این خیلی مهمه. آقای نگهدار، سرتون رو تکون میدادید، به نظر میاد که موافق نیستید دست کم با بخشی از حرفای آقای عزیزی. من کاملا مخالفم، تحلیل اشتباهیه. اون چه که انگیزه غرب هست برای حل مناقشه با ایران، یکی حفظ صلح و آرامش و ثبات سیاسی در منطقه است، یکی گسترش بازارها به سوی ایران و گشودن بازارهای ایران به روی غرب و بازارهای غرب به روی ایران. منافع آمریکا و منافع اروپا ایجاب میکنه که این تحول اتفاق بیفته. غرب از ترس ایران که گویا سلاح هسته‌ای داره پای میز مذاکره نمیشینه، برای همکاری با ایران در جهت ثبات سیاسی و گسترش مناسبات اقتصادی. این مال اون طرف. در این طرف شما بخشی از مصاحبه آقای ظریف رو پخش کردید، همون جایی که میگفت گرامی دادن. در همین مصاحبه به درستی 3 بار در پایان مصاحبه طولانی با آقای مهدی نصیری
تأکید میکنه آقای ظریف که ما هیچ قدرتی، هیچ آورده‌ای جز حمایت مردم برای چانه‌زنی با غرب روی میز نداریم و این نظریه کاملا درسته. باید در ایران رابطه بین دولت ملت اصلاح بشه، باید سطح این نارضایی کاهش پیدا بکنه، باید مردم به نوعی حکومت رفتار بکنه که مردم تایید بکنند اون رفتارش رو. با اعدام نخواد ترس درست بکنه، بلکه با صندوق رأی بخواد رضایت درست بکنه تا ما بتونیم از موضع قدرت با غرب برخورد بکنیم پای میز مذاکره، نه از موضع مردم حکومتی که از کشور خودش رانده شده یا کسی در داخل قبولش نداره. سلاح هسته‌ای کارآمدی نداره به این اندازه. یه توضیح خیلی کوتاهی بدم که این بخشی از مصاحبه رو که ما پخش کردیم مربوط به گفتگوی آقای مهدی نصیری با آقای ظریف نبود، مربوط بود به مصاحبه دیگه. شما احتمالاً به خاطر اینکه این رو نمیدیدید این بخش رو. در هر صورت آقای عزیزی، من میخواستم نگاه شما رو به حرفایی که آقای نگهدار زدند بدونم. آقای نگهدار میگن که اصلا شکل بازی طور دیگه بوده. خیلی کوتاه لطفاً. خب نه، من به نظرم این 4 سال کاملا ثابت کرد که بحث اقتصادی بحث مهمی هست، اینا رو که من منکر نمیشم، ولی این 4 سال نشون داد که چقدر بحث اقتصادی و بحث واقعا بحث داروها، هیومن رایتس، بحث میدونید همه اینها برای مردم ایران و فشاری که رو مردم ایران، چقدر برای آمریکا و اروپایی ها اهمیت داره. و اون طرف خب عربستان و لابی اسرائیلی هستن و اینها در تطمیع کردن سیاسیون آمریکا و کنگره آمریکا اونها دستشون انقدر بازتر هست که نیاز به این نباشه. البته من در مورد اینکه آقای نگهدار میگن که باید بالاخره قدرت ملی ما، مسائلی که حالا در داخل از فساد داخلی اینجور چیزها اصلاح بشه و اون یک امر مهمی هست در مذاکرات. ما هر وقت در طول تاریخ هم این 100 120 ساله 200 ساله هر وقت از نظر قدرت درونی ضعیف بودیم و دولتمون وابسته شده بود و بر در واقع وابسته به مردم نبود، وابسته به بیگانه بود، خب امتیاز هم میدادیم مثل برجام. متاسفانه من چند نکته خیلی سریع بگم. یکی اینکه آقای بایدن اگر بیاد سر کار که حالا هنوز سریع تمام کنم، دو سه جمله، آقای بایدن اگر بیاد سر کار که حالا نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته تا 20 ژانویه، رابطه‌ش رو اول اصلا با اروپا تقویت خواهد کرد، این رابطه ترانس اتلانتیک رو تقویت خواهد کرد و این باعث میشه که فشار سیاسی روی ایران بیادش. صحبت‌های وزیر خارجه آلمان رو ما دیدیم، صحبت‌هایی بود که خواسته‌های ترامپ رو مطرح می‌کرد، در این زمینه گفتنی‌های زیادی هستش. نکته دوم اینه که ما تا انتخابات ایران در واقع تجربه های قبلی هم به ما نشون داده، چه سال آخر آقای خاتمی چه سال آقای آخر احمدی نژاد، ما مذاکرات جدی روی صحنه به احتمال زیاد نمیبینیم، اما مذاکرات پشت صحنه امکان پذیر هستش. دو تا دلیل داره، اگه وقت بود من بعدا صحبت میکنم. خیلی وقتمون کمه آقای نگهدار، اگه شما هم در حد 30 ثانیه جنبندی بکنید ممنون میشم. بله، من فکر میکنم ما روند خیلی پیچیده و پرخطری رو در پیش رو داریم، هم در ایالات متحده آمریکا و هم در ایران. دشمنان بهبود رابطه ایران و آمریکا به این 40 سال ستیزی که بین دو کشور بوده کم نیستند. نباید هر دولتی که سر کار هست این رو نادیده بگیره. دوم اینکه مجددا تاکید میکنم چنانچه رضایت ملت و سطح مشارکت در ایران همین وضعی باشه که الان هست، ممکن اهرم‌های دست دشمنان بهبود این رابطه قرار داده بشه که اصلا مذاکره کم یکان بشه. فقط اعدام نیست، ممکن اتفاقات دیگری هم در پیش باشه که فرصت نیست راجبش صحبت کنیم. ممنونم از فاروق نگهدار، فعال سیاسی در لندن، یوسف عزیزی، پژوهشگر در واشنگتن دی سی. و اما گری سیک، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دولت‌های جرالد فورد، جیمی کارتر و رونالد ریگان و همینطور پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا از نیویورک با ما هستن. آقای سیک، شما از آقای بایدن شاید ساعاتی پیش در بیانیه خواستید که سریعا به برجام برگرده، چرا؟ به نظر میاد که تنها کار عاقلانه‌ایه که میشه کرد. اساساً اگر آمریکا خارج شد از توافق هسته‌ای، بنابراین کار درست هم این هست که اگه قرار باشه ما مسئله رو اصلاح بکنیم، آمریکا باید به این توافق برگرده، با این ذهنیت که ایران هم
به تعهدات خودش بر اساس این توافق عمل خواهد کرد و در این رهگذر 4 سال که آمریکا از برجام خارج شده، من فکر می‌کنم واقعا فاجعه بار بوده که این همه سال رو از دست دادیم. به نظر من تنها راه حل واقعا این هست که اساسا آمریکا به توافق هسته‌ای برگرده و همه چی رو از سر گیر بگیریم. در زمان اوج خوشبینی‌ها نسبت به برجام، این توافق در کنگره آمریکا محبوبیت چندانی نداشت. اکثریت اعضای کنگره باش مخالف بودند و تصویب کنگره رو نداشت. حالا که اینقدر تضعیف شده، حالا که به قول آقای روحانی هم دست شکسته و هم پاش شکسته، منفعت آمریکا چقدر واقعا در بازگشت به برجامه؟ اصلاً هدف برجام این بود که بتونه شرایطی رو ایجاب بکنه که ایران نتونه یک سلاح هسته‌ای بسازه یا اصلا بره به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای. این نقطه آغاز یک رابطه‌ای بود بین ایران و آمریکا که میتونست ثمر بخش باشه. بنابراین توافق هسته‌ای هرگز قرار نبود که همه مسائل مورد اختلاف ایران و غرب را حل بکنه. قرار نبود که تمام مسائل خاورمیانه را حل بکنه. قرار بود فقط یک موضوع خیلی خاص و مهم را حل بکنه و اون فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود و ایران هم با حسن نیت تعهد کرد، عمل کرد به تعهدات خودش به برجام، ولی متأسفانه آمریکا این کارو نکرد و وقت اون رسیده که ما به برجام برگردیم و دوباره رابطه را از سر بگیریم. چون شما وقتی بتونید رو مسئله فعالیت هسته‌ای به توافق برسین، اون موقع میتونید زمینه صحبت راجع به مسائل دیگر رو هم فراهم بکنید. ما اگه نتونیم مسئله هسته‌ای رو حل بکنیم، مسائل دیگر هم نخواهیم تونست که حل کنیم. بعضی میگن که به دلیل فشار حداکثری آمریکا، دولت ایران و حکومت ایران به شدت تضعیف شده. یکی از مهمانان برنامه هم گفت همین شاید آقای بایدن رو تشویق بکنه که اگر هم حرف از بازگشت به برجام میزنه، عجله چندانی نداشته باشه. در این باره چی فکر میکنید؟ اقتصاد ایران بله بسیار آسیب دیده به خاطر تحریم ها، هیچ شکی در این باره وجود نداره. اما یک فرق هست بین اینکه شما به اقتصاد ایران ضربه بزنید و به مردم ایران ضرر بزنید و بعد بخواین از این طریق ایران رو وادار بکنید که به یک توافقی به غیر از برجام عمل بکنه. یک ضررها و آسیب‌های خیلی زیادی به ایران وارد شد به خاطر خروج آمریکا از برجام، اما این باعث نشد که ایرانی‌ها نظرشون عوض بشه. در واقع اتفاقی که افتاد، تمام ارتباطات بین ایران و آمریکا قطع شد وقتی دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو در پیش گرفت. بنابراین سیاست فشار حداکثری سیاست شکست خورده هست که دولت ترامپ با درک خیلی ناقصی از ایران اون رو در پیش گرفت، با درک خیلی ناقصی از پیش زمینه فعالیت هسته‌ای و با درک ناقصی از منافع ملی آمریکا در منطقه. برای اینکه دولت ترامپ نتونست مسئله رو درست بفهمه، ما نمیتونیم تظاهر کنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده. اساساً حرف من اینه که هیچ راهی برای حل مسئله نیست جز اینکه برگردیم به برجام، برگردیم به نقطه که همه طرف ها متعهد بشن به برجام، آمریکا متعهد بشه، ایران متعهد بشه و بعد طرف های دیگه. اون موقع است که میشه راجع به رابطه حرف زد. ولی اگه واقعا نتونیم از این نقطه شروع بکنیم، اصلا حرفی برای گفتن نداریم. بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل معتقدند که خروج آمریکا از برجام به اعتبار این کشور خیلی لطمه زد. آمریکا کشوری بوده که میبایست بر سر عهد و پیمان خودش میایستاد. حالا بازگشت به برجام امکان این رو فراهم میکنه که وجهه آمریکا ترمیم بشه؟ بله، امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی شک دارم.
من فکر کنم که طول بکشه این کار و سخت باشه. من واقعا معتقد هستم بیانیه‌ای که امروز منتشر شد خیلی به روشنی داره میگه بازگشت به برجام انتهای یک روند نیست، شروع یک رونده. یعنی که وقتی آمریکا برگرده به برجام و عمل بکنه برجام و متحد بشه، یک قدم خیلی مهم اولیه برداشته شده، ولی فقط یک قدم اولیه. مسلمه ایران خیلی دلیل داره که شک بکنه به حسن نیت آمریکا با توجه به عمل کردی که ما داشتیم، و مسلمه که بله آمریکا بالاخره با ایران مسئله داره، و دلیلش هم این هستش که ایران داره آدم‌های بیگناه رو به گروگان میگیره و برخلاف میل خودشون اونها رو زندانی کرده تا بعداً بتونه معامله بکنه. ایران دست به فعالیت‌هایی در خاورمیانه زده که ما آمریکایی‌ها اون رو قبول نداریم. بنابراین فضا و فضای مانور برای ایجاد حسین دو طرفه زیاد وجود داره، ولی به نظر من و خیلی از کارشناسان دیگر آمریکا این هست که وقتی ما برجام رو احیا بکنیم و به برجام برگردیم، اون قدم منطقی اول برداشته میشه. قدم اول در یک روند بسیار طولانی برای بازگرداندن اعتبار و حسنیت بین دو طرف که الان 40 ساله با هم دیگه دعوا دارن و اصلا دلخور هستن. ممنونم از گری سیک، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه دانشگاه کلمبیا از نیویورک با ما. مطبوعات ترکیه گزارش کردند که 13 عضو یک باند ایرانی قاچاق مواد مخدر به اتهام رو بودن مخالفان حکومت ایران و انتقالشان به آن کشور بازداشت شدند. آنها به اتهام ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و دست داشتن در ربایش حبیب کب معروف به اسود از رهبران تشکیلات جدایی طلب موسوم به جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز در استانبول دستگیر شدن. از قول سازمان اطلاعات ترکیه گفته شده که سردسته این شبکه آقای کب را از مرز وان ترکیه به ایران تحویل داده. همکارم ژیار گل که موضوع رو دنبال کرده از شهر لندن، همین شهری که خودمون هستیم، با ماست. نام یک زن در میان هست، خانمی که گویا پرونده بسیار بلند بالایی هم داره. چه اطلاعاتی داریم از این فرد؟ خب این شخص، الان برخی از مطبوعات ترکیه به نقل از منابع اطلاعاتی این کشور میگن این شخص احتمالاً با اسم مستعار وارد ترکیه شده. اسم اولش رو گفتن صابرین، الان ما نمیتونیم فامیلش رو بگیم، مشخص نیست، صابرین سه بوده. این خانم با آقای کب در ارتباط بوده و به نظر میرسه شواهد نشون میده که ایشان قول داده که بهشون پول بده و حمایت مالی بکنه. به هر حال قرار شده وقتی که وارد ترکیه شده استانبول با این فرد ملاقات بکنه و در منطقه‌ای در استانبول در یک پمپ بنزین منتظرش میمونن. وقتی که آقای کب میرسه سوار این خودرو، یک خودرو ون بوده و سوار میشه، الان سازمان اطلاعاتی ترکیه گفته که ایشون رو با از طریق مواد بیهوش کننده اونو بیهوش میکنن و دستشو میبندن و اونو به برحال این یک گروه تیم قاچاقچی بودن که اینو بردن به استان وان و از مرز ایران اونو تحویل مقامات ایرانی دادن. و این تیمی هم که ظاهرا در این جریان دست داشتن، الان 13 نفر از اونها دستگیر شده و گفتن همه اونها شهروند ترکیه هستن و به نظر میرسه کسی که به هر حال مسئول و یا رئیس اینها بوده، شخصی به نام زندشتی که یک قاچاقچی بین المللی است و نامش برای خیلی آشناست و شنیده شده در چند سال گذشته، ایشون در حقیقت رابط وزارت اطلاعات ایران و این قاچاقچی ها بوده. موضوع اتفاقیه یا اینکه به تنش‌های اخیر بین تهران و آنکارا مرتبط میشه، خصوصا آنچه که بر سر باکو آذربایجان رخ داد بین دو کشور؟ ببینید این سوالیه که خیلی‌ها مطرح کردن. فراموش نکنیم همین آقای زندشتی خودش باز هم متهم شده، در سال 2018 دستگیر شد و حدود 6 ماه در زندان بود که به اتهام دست داشتن در ترور سعید کریمیان مدیر تلویزیون جم. اما اون موقع بعد از 6 ماه آزاد شد. اوایل امسال دادستان استانبول تحقیقاتی رو شروع کرد که چرا این شخص رو آزاد کردن، چرا که سال گذشته باز هم ایشون متهم شد در ترور مسعود مولوی، یکی از ماموران سابق سازمان اطلاعات در استانبول دست داشته.
به هر حال دادستان یه تحقیقاتی رو انجام داد، متوجه شدن که یکی از مشاوران آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حقیقت باعث آزادی شده. وقتی که با این مشاور صحبت کرده، یکی از روزنامه‌های ترکیه خبر ترک گزارش داده بود که مشاور آقای اردوغان بهش گفته بود آزادی او به نفع رابطه ایران و ترکیه بوده. و فراموش نکنیم این شخص سال 2007 میلادی در ایران با 75 کیلو مواد مخدر دستگیر میشه، حکم اعدام داشته، در زندان اوین بوده، اما معجزه آسا از زندان آزاد میشه. حالا خیلی ها میگن به احتمال بسیار بالا با وزارت اطلاعات معامله شده، بهش اجازه داده شده دوباره برگرده به مناطق مرزی و در ترکیه کار گذشته است که قاچاق مواد مخدر و یک به هر حال قاچاقچی بین المللی بوده ادامه بده و همزمان با وزارت اطلاعات ایران هم همکاری بکنه. ممنونم از همکارم ژیاره گل. از امروز در آمریکا، کانادا و انگلستان واکسیناسیون سراسری برای پیشگیری از ابتلا به کرونا شروع شده. در آمریکا این ویروس تا به حال جان بیشتر از 300 هزار نفر رو گرفته. این کشورها فعلا از محصول مشترک شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک استفاده میکنن. هادی نیلی همکارم از واشنگتن با ما. هادی، اول بد نیست که از آغاز واکسیناسیون سراسری در آمریکا بگی. هرقدر خود ویروس کرونا و این بیماری مرگبار آرام و آهسته و دور از چشم ناظران رخنه کرد و پخش شد در از جمله آمریکا مثل بقیه کشورها، واکسنش داره با سروسات و تشریفات و توجه رسانه ها میاد. وقتی که امروز اولین محموله های واکسن شرکت فایزر بایونتک به ایالت‌های مختلف آمریکا رسید، در هر ایالتی تصویر رسانه‌ها داشت نشون می‌داد که در هر ایالتی، در هر نقطه‌ای چطور داره این محموله تحویل داده میشه و بعد هم اولین واکسن‌ها تزریق میشه. بیش از 120 مرکز امروز تحویل گرفتن واکسن‌ها رو و بیش از 420 مرکز دیگه فردا قرار تحویل بگیرن و همینطور ادامه پیدا می‌کنه. مقام های دولت آمریکا امیدوارن که این سیر توزیع واکسن سریع‌تر باشه و این همزمان هست با اوج شیوع ویروس کرونا در آمریکا. تا الان 300 هزار نفر کشته شدند، حدود 17 میلیون نفر مبتلا شدند و روز گذشته آمار آمد که 3000 نفر، بیش از 3000 نفر در همون یک روز کشته شدند. در واقع میشه گفت در هر دقیقه دو آمریکایی، یعنی از وقتی من صحبت شروع کردم حداقل 4 نفر به طور متوسط جانشون رو از دست دادن. وضعیت در آمریکا خیلی نگران کننده است، به خصوص که موسم تعطیلات آخر سال هم داره میرسه، موسم تعطیلات سال نو هم داره میرسه و خیلی ها نگرانن که این باعث بشه که خودش دوباره ویروس جهش بیشتری داشته باشه. هرچند الان دیگه کادر درمانی و کسانی که مشاغل حساس هستن حداقل دارن واکسن رو دریافت میکنن و امیدواری وجود داره که به این ترتیب مهار بشه. آقای ترامپ حرفش این بود که تولید واکسن در 9 ماه بزرگترین دستاورد تاریخ علمه و بعدم گفت که در حد زیاد دولت خودش نقش داشته. ابعاد سیاسی موضوع به کدوم سمت داره میره؟ همینطوره، بحران کرونا در آمریکا از روزهای اولش سیاسی بود و میشه گفت شاید یکی از اصلی ترین دلایلی هم بود که برای رئیس جمهور آمریکا بد رقم خورد این سال، سال انتخابات، و او رو به جرگه معدود افرادی فرستاد، رؤسای جمهوری فرستاد که یک دوره‌ای شدن، در انتخابات شکست خوردن. یکی از بزرگترین حمله ها، مهمترین حمله ها و سنگین ترین حمله ها از طرف منتقدان رئیس جمهور و دولت او بابت نحوه عملکردش در مهار کرونا بود. به این انتقاد میکردن که در کنفرانس خبری میآمد، حرفهایی میزد که بلافاصله باید تلویزیون های مختلف، حتی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که خیلی از هواداران آقای ترامپ رو میبینن، فوری توضیح بدن که این توصیه ها علمی نیست، امتحان نکنید، مثلا تزریق شوینده یا چنین توصیه هایی که بعدش خود آقای ترامپ هم گفت شوخی کرده، یعنی نتونست حتی نخواست پای اون بیسته. در این ماه ها که جدیتر شد تلاش برای تولید واکسن کرونا، از اون طرف ما از منتقدان رئیس جمهور از حزب دموکرات میشنیدیم که اما و اگر و تردید ابراز میکردن در مورد
درستی این واکسن میگفتن مبادا که رئیس جمهور و دولت تلاش بکنن که این واکسن زودتر از موعد برسه که بهره برداری سیاسی بکنن، اون رو زیر سوال میبردند. مثلا فرماندار نیویورک گفته بود که واکسنی که در این دولت تولید بشه رو قبول نداره، باید مقام‌های درمانی و پزشکی تاییدش بکنن، که خب از اول هم قرار بود مقام‌های درمانی تایید بکنن، ولی امروز از قضا خود او فرماندار نیویورک آقای کومو تلاش کرد که در اولین تزریقی که در ایالتش میشد یک فرصت تبلیغاتی و رسانه‌ای هم در اون ببینه و بیاد نشون بده که داره در واقع حمایت میکنه از این تزریق. به این ترتیب خیلی فضا سیاسی بود. الان هم مقام‌های آمریکایی میگن که امیدوارن تا آخر ماه مارس دست کم 100 میلیون آمریکایی تونسته باشن واکسن رو دریافت بکنن. از اون طرف جو بایدن رئیس جمهور منتخب که دولتش قرار کارش رو از 20 ژانویه شروع بکنه هم چنین وعده‌ای میده، بی توجه به اینکه اساساً این برنامه دولته که دولت مستقل داره اجرا میکنه. مقام‌های دولتی الان ابراز امیدواری میکنن که تا اواخر بهار اکثریت جامعه آمریکا، اکثریت مردم 70 یا 80% واکسن رو دریافت کرده باشن و به این ترتیب در تابستان دیگه بشه گفت جامعه آمریکا به یک در واقع واکسیناسیون عمومی رسیده باشه. ممنونم از هادی نیلی در واشنگتن. طبق گزارش مرکز آمار ایران در 3 ماهه اول امسال که بحران کرونا باعث رکود بسیاری از فعالیت‌ها شد، 7000 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. کودک همسری یا ازدواج دختران در سنین پایین 5 تا 6% ازدواج‌ها در ایران را تشکیل می‌دهد. ظاهراً افزایش وام ازدواج بسیاری از خانواده‌های محروم را تشویق کرده که به ازدواج فرزندان کم سن و سالشان راغب شوند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این یک فیلم مخفی از پیرزنی در بوشهر است که میگوید نوش در سن 11 سالگی به مبلغ 21 میلیون تومان به پیرمردی 90 ساله فروخته شد تا با او ازدواج کند. اما در ایران چندی است که راه‌های عرفی تری هم برای پول ساختن از کودک همسری به ذهن بعضی از خانواده‌ها رسیده. چون به دلیل مشکلات اقتصادی هست که خانواده وادار میشه که بچه‌اش رو، دخترش رو به ویژه تو سن 9 سالگی که توی مشهد شاهد بودیم، 10 سالگی اینا وادار میشن که ازدواج بکنن. حالا زمانی که طیبه سیاوشی در پی بالا بردن سن ازدواج بود، هنوز نماینده مجلس بود. این دخترای کوچیک معمولا وادار میشن که مثلا او مثل بعضی از دولتی‌ها متوجه شده بود که خیلی از خانواده‌ها به خاطر دریافت وام ازدواج دختران خود را در کودکی شوهر می‌دهند. 98500 نفر از دریافت کنندگان وام ازدواج زیر 15 سال بودند. 98% اینا دخترای زیر 15 سال بودند. وام ازدواج با هدف افزایش جمعیت ایران پرداخت می‌شود و با پرداخت 10 میلیون تومان به هر کدوم از زوجین شروع شد. که البته ما این مبلغ رو هم مبلغ کافی نمیدونیم برای که بتونه اون وام مطرح باشه. شاید با فشار جناح سنتگرا این وام بیشتر شد. قرار شده در سال جاری برای هر یک از زوجین 50 میلیون تومان وام با باز پرداخت 7 ساله داده بشه. و حالا که یک زوج با هر ازدواج میتوانند 100 میلیون تومان از دولت بگیرند، آمار ازدواج دختران زیر سن هم بالا رفته. در ایران سالانه هول و هوش 40000 نفر دختر زیر 14 ساله ازدواج میکنند. اما آنگونه که وزیر ورزش و جوانان گفته، در بعضی از نقاط ایران حالا متقاضیان دختر زیر 15 سال 4 برابر شده. کلاس ششم دیگه همش عروس کنن میرن. شاید میتونن باشن. خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خوزستان کانون‌های کودک همسری هستند. در بعضی از شهرستان‌ها این استان‌ها متوسط سن ازدواج دختران 11 سال اعلام شده. قرار بود وام ازدواج جمعیت را افزایش دهد، اما جمعیت دختر بچه‌های متأهل را بیشتر کرده. ازدواج زیر 13 سال که من فکر می‌کنم همه متفق القولن که باید یه جوری این متوقف شه، چون آماری که در این زیر 13 سال بسیار نگران کننده است. اولا بدونید که اینو سیاسیه. کلی نه به کودک همسری نمیدونم فلان رحمان. ولی برای حامیان کودک همسری این حرفا بهانه است. مجلس هم امروز بیشتر در کنترل همین تفکر است که میگوید جلوگیری از کودک همسری توطئه غربی هاست و مردم به هر حال کار خود را میکنند. شما گذاشتی زیر 13 سال، زیر 10 سال هم بذاری، اصلا هر کاری بکنی باعث میشه که مردم دور بزنن. فعلا که اگر پدر و مادر کودک راغب باشند، هیچ منعی برای کودک همسری در ایران وجود ندارد.
که کسی بخواهد آن را دور بزند. متاسفانه به تعهد تلاش دولت که حداقل نگذارد وام ازدواج مزید بر علت شود تا کنون به جایی نرسیده. مثلا محفوظ نگه داشتن وام تا وقتی دختر به سن 18 سالگی برسد. در نتیجه اینکه تعداد ازدواج دختر بچه ها اندک اندک بیشتر شده، در حالی که ازدواج جوانان طبقات کمتر سنتی به خاطر مشکلات اقتصادی و سختگیری در دادن وام ازدواج کمتر شده. نه، عواقب دیگر کودک همسری، از بیماری و رنج دختر بچه های متأهل و سرپرست خانوار تا بچه دار شدن دخترانی که هنوز کودکی نکردند. سیاوش اردلان، بی بی سی. دروبینسکی یک جهانگرد است که وبلاگی معروف و پرطرفدار دارد. او زمانی که نام افغانستان رو برای اولین بار شنید تصورش رو هم نمی‌کرد که اگر روزی به اونجا سفر بکنه به حدی دلبسته این کشور بشه که بخواد در میانه همه‌گیری کرونا و بحران ناامنی برای بار دوم به این کشور سفر کنه. اما چه شد که این تصمیم رو گرفت؟ گزارشی ببینیم از گروه شبکه‌های اجتماعی بی بی سی. Good morning, guys. You might be wondering why did I come back to Afghanistan? What's up, everyone? Drew Binsky here, and I just want to say that Afghanistan is truly one of my favorite countries in the world. I just got back from a second visit. I am obsessed with the hospitality, the food, the culture, and just breaking the stereotype about the whole world thinking it's the most unsafe country. Especially where I'm from in the U.S., a lot of people have the wrong perception about Afghanistan. But the truth is, it's like the birthplace of humanity, and it has so much ancient wonders, so much history, and I'm dying to go back actually and see more places. So. Some Dari words that I learned are Salam Aleikum, Chetori, Khubas, Teşekkür, Lala Jan. Hello. Bye bye. Kurmal. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Malik Salam. Aleikum. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. ممنون از اینکه در این برنامه 60 دقیقه با ما همسفر شدید و این برنامه رو تا آخر دیدید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی میتونید تماشا بکنید و فراموش نکنید که میتونید بر روی کانال یوتیوب هم این برنامه رو و برنامه‌های قبلی رو پیدا بکنید و علاوه بر اینها میتونید بخش‌هایی از برنامه رو بر روی اکانت توییتر ما ببینید و همینطور در شبکه‌های اجتماعی. ممنونم از اینکه با برنامه 60 دقیقه همراه بودید و شب و روز بر شما خوش. We'll be right back.